بابا. آه نسل بیا. گونش چطوره؟ الان کی بالا سرشه؟ گونش خوبه. فرات هم یکم کار داشت، داداش پیششه. چی؟ این فرات باز داره چه غلطی میکنه؟ آخه چه کاری میتونه مهمتر از سلامتی بچهش باشه؟ نه بابا، گفت یه ساعتی کار دارم، شاید هم برگشته باشه. نه نه نه، داداش عرضه پرستاری نداره، بلد نیست. تو برو پیشش، برو برو سری برو. واقعا بابا به هم گفتی که اینجا چی کار میکنی؟ آره، پرسیدم چرا اومدی؟ چرا اومدی؟ بابا یه صحبتی با داداش میکنی؟ به خاطر جریان چیز خیلی ناراحت شده. میدونم تو فقط از روی یه لحظه عصبانیت زدیش، وگرنه تا حالا حتی یه بارم ما رو نزدی. نسلی تو پاشو برو، برو پیش گونش، یه وقت مشکلی پیش نیاد. گونش دست پاچه نشه تفلکی. پاشو دخترم، پاشو برو. باش، خسته نباشی. برو دخترم. مادر تاپال، 6 ساعته داریم بازی میکنیم، درست کار کنین. نسلیان سلام. کادو استاد، شاهین کجاست؟ استاد الان بهش زنگ زدم اما گوشیش خاموشه. اگه منتظر بابایی بی خودی وای نسا، اون زوره حرفش نمیزنه، بی خودی وقت تو تلف نکن. سب کن. من منتظر بابات نیستم، منتظر تو بودم. چرا؟ اگه جای من با بابات حرف بزنی، اون قبول میکنه روم کار کنی. اگه این خوبی رو در حقم بکنی، تا آخر عمر این کارتو فراموش نمیکنه. به نظرم زیاد تو بوکس مهارت نداری. کی این حرفو زده؟ بابا تا یه بارم درست حسابی امتحانم نکردی. نیازی به امتحان نیست، انقدر مش خورده به کلت که مغز دیگه بیهست شده. نشونشم کمک خواستنت از منه. بد نیست بشه یه دکتر خوب بری معاینت کنه. بابا من فقط یه فرصت میخوام، یه امتحان. فقط یه بار من امتحان کنه، کارمو ببینه، کافیه. ببین آقا پسر، من اسم دارم، کرم. اهمیتی نداره، بی خودی حافظمو با اسم تو پر نمیکنم. خوب گوشاتو باز کن، تو پسر نجدت صوفی هستی، ما هم خانواده قفقازیم، برای همینم تو پیش ما نه جایی داری و نه اسم و رسمی. نمیدونم چی تو سرته، اما آدرسو اشتباهی اومدی. آدرسو درست اومده، فقط منو خیلی اشتباه شناختی. قسم میخورم تو دلم هیچ قصد و نیت بدی ندارم، فقط میخوام از بابات بوکس یاد بگیرم. برو از یکی دیگه یاد بگیری، مگه دیوونه شدی؟ مگه مربی قطعیه؟ آره تو این شهر قطعیه، با پسره که اون تو من هیچ فرقی نداره. منم به اندازه اونا تو زندگیم باختم و ضربه خورده. تنها چاره من بابای توه نسلیان. رو هرچی که این همه سال تو دلم انبار کردم، چشم بستم و راضیم با قفقاز زیده سخت باشه. چی میشه استاد یامان کارمو ببینی؟ بابام درباره تو اشتباه نکرده کرم. تو برای این سالان واقعا زیادی، خشمت زیادیه، حرست زیادیه، اما غرورت از همشون بدتره. به نظرم بی خودی با بابام حرف نزنم، چون اگه اینا رو بهش بگم شاگردی کردنشو که سهله، حتی دم در سالانش هم نمیتونی وایسی. اوف. بسه دیگه، بردار بردار.
ببخشید بعد موقع اومدم. چی میخوای اسماعیل؟ بنال بچه ها، همونطور که خواستین تو بازجویی حرفشون رو یکی کردم آقا تانسه. روز دادگاهشم مشخص شد. امروز فردا حکمش میرسه دست قفقاز و ظفر. خوبه، ببینم این سری هم میتونی از جات بلند شی قفقاز خان. آقا تانسه، امیدوارم سوال مد موقع نباشه. نمیدونم، بپرس. چرا به جا قفقاز اسم ظفر رو دادیم؟ اگه میخواستیم بچه ها سر بازجویی میگفتن سر دستم و قفقازه. تو دنیا هر قهرمانی یه ضعفی داره اسماعیل. ضعف قفقازم عزیزاشم، فقط با عزیزاش میشه خلص الهش کرد. فهمیدم. تو دنیا هرچی تعداد عزیزات بیشتر باشه به همون نسبت ضعیف تری. با قفقاز خان. گونش چطوره؟ از تکرار اسم پرمسمتون خواب بر چشمانش نشست. این همه مدت کجا بودی؟ دفتر خونه بودم، خونه رو فروختم. جون من، خبر به این خوبی؟ بچه رو هیچی نمیگی پسر؟ کجا خوابیده؟ بالاست؟ آره بالا تخت خوابیده. اونطوری که فکر میکنی نیست، سهم خودم رو فروختم. چطوری فروختی؟ به کی فروختی اینقدر سریع؟ اجاره چیه مختار؟ چندرقاز اجاره اونجا رو میخوام چیکار؟ تو آگهی فروششو بزن روش. خوب خونه رو هم بفروش. خوب ها، نگران نباش، خیلی خوب، کمیسیون تو رو هم میدیم. ببین زیر 100,000 تا ندی بره ها. باشه خیلی خوب، پس داداشم باشه، تو به همون خبر بده. باشه خوبه، فعلا سلام برسون. خدا با کی حرف میزدی؟ با داداش فرات. عزیزم خب من که تا اینجا اومدم گوشی رو میدادی دیگه، امروز یه غیبی صد نگران شدم. خب آیی تو هم ملاحظه هیچ رو نمی کنی یا مرد؟ برای بگو بخن که زنگ نزدی. فکرم پیش گنش بود، زنگ زدم ببینم چطوره. ای بابا به حد کافی سر شلوغ هست، بدو بدو داره، چرا پای تلفن وقتشو بگیری؟ آره خب درسته، حال گنش چطوره؟ خوبه، نه ترسه، کم بهتر شده. آه ای خدا شکرت. ببین چی میگم موجلا، اون روز تو بیمارستان تو با داداشم صحبت کردی، بعدش اون رفت بالا، تو دستشم یه پاکت دیدم. اون پاکت چی بود؟ به داداشت پول دادم. پول؟ بچهش مریضه، پاش به کلانتری هم باز شده. خب پول لازم داشت، چی کار کنم؟ دوست خوب و تو روزای سخت میشناسی، نشستن و زر زدن ما به دردش نمیخوره سرهاد خان. تو از کجا پول پیدا کردی؟ به زور و بلا چندرقاز پول پس انداز کرده بودم، قسمت داداشت بوده، حلالش باشه. مجلا تو واقعا خیلی خانمی. حالا خانم شدی ماره؟ تا دیروز اخم و تخ میکردی، میگفتی داداشم رو نمیخوای، تو بیمارستان سینجی نمیکردی. آی نکنه بچه ها کاری کردن مجلا؟ آی چرا رفتی بیرون؟ ای خاک تو اون سر من کنن، غلط کردم. بله درسته. چطور این خوبی تو جبران کنم مجلا؟ نمیتونی جبران کنی. من بدون چشم داشت این کارو کردم آقا، وظیفه فامیلیمون بود، خانواده این دیگه. من خیلی خاطر خاتم عشقم. قربونت برم، عاشقتم. خیلی ممنون. سرها چرا وایسادی؟ مثل بچه ها منتظر شکلاته. نه بابا دارم میرم دیگه. برو دیگه.
واقعا که توف با اون وجدان و شرف موجه آرومتار بچه بیدار میشه. فراد زن آخرش کار خودشو کرد، خونه رو از چنگ در آورد. ببین اینو با شیطون بندازی تو اتاق، در رو ببندی، شیطون جونش به لبش میاد انقدر که این زن. چی کار کنیم ظفر؟ خدا میدونه خونه کی فروش میرفت، حداقل الان پول نقل دستمه. چه میدونم کار را میندازم یه خونه میگیرم، اینطوری مشکل بهزیستی و گنشم حل میکنم به همین راحتی. بله اینش درسته. بی وجدان چقدر بهت داد؟ 30,000 تا. 30,000؟ اون همه پول چطور جمع کرده؟ چه میدونم، خب ریز ریز کنار گذاشته، پس انداز کرده. پس انداز؟ آره جون عمش. خواهش میکنم تمومش کن، بس حال ندارم، حالا باید به فکر خونه جدید باشم. جفت، چپ، راست، خم بزن، دوباره خم، گاردتو بگیر. محکم بگیر توپل، چقدر ول میخوری بابا، یه دو دقیقه وایسا. خب یواشتر بزن مگه این دشمنته. تازه کجاشو دیدی توپل جون؟ چطور سر هل دادن عرابه نیشت باز بود ها؟ حالا چرا؟ نمیخندی ها؟ مثل شطور دندوناتو نشون بده، بجام دیگه. آره بخند 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 دیگه. آره بخند. پسر میبینم که 24 ساعته اینجایی. من مشکلی ندارم، تو به کارت بریز، هر جور راحتی. چهل دقیقه کار میکنی بعد مشت. خب چشم آقا. تو کجایی پسر جان؟ استاد سراغ تو رو میگرف، جواب گوشیت هم نمیدی. آقا تعریف میکنم، بذار لباسمو عوض کنم. برو با استاد بگو، نه به من. شاهی از قرار معلوم جات اینجا نیست پسرم. استاد یه لحظه گوش کن، من حرف میزنم تو هم گوش میدی، استاد منم نه تو. تو اگه گوش نمیدی تو این سالن هم جات نیست. استاد حق با شماست، اما به خدا دلیلم موجهه، وگرنه عمرن دیر میکردم. شاهین دلیلی که برای تو موجهه برای منم هست، حالا به این فکر کردی؟ رفتم سر کار استاد، مجبورم، وضعیت خونه رو که میدونی. چه کاری؟ پیش یکی از آشناهامون استاد، کامیون اینا خالی میکنیم، کار موقتی استاد، پول سوخت زمستون رو درارم، ول میکنم. باشه، دو دقیقه داری، لباس میپوشی و میری توی رینگ، برو. دمتون کرد استاد. یه دقیقه و 30 ثانیه. اون پسر دمه داره، پسر نجدت صوفی، همون جور نشسته، انگاه خیال نداره بره. یه دقیقه دیگه باید توی رینگ باشی. خود لفتش نده. دم شما گرم. روز بخیر. چی شده ظفر، این چیه؟ احضاریه دادگامون اومده. ای بابا، برای مبارزه قفسی. پس همین روزا برای منم میاد. اینا کی پرونده رو باز کردن که روز دادگاهمونم تعیین کردن؟ من که نفهمیدم. این چیه؟ ازادی دادگاه حتما درباره چیزه، قفس و اینجور چیزا. ببین چی نوشته. نسلی ما همین روزا دادگاه داریم برای مبارزه‌ای که تو قفس داشتیم. اون دوست وکیلت که میگفتی میتونه کمک کنه. نسلی خوبی؟ چی شده دختر؟ دارمون میزنن. چی نوشته؟ داداش تو به اسم سردسته شبکه محاکمه میشی. چی؟ بابا داداش من ربطی به این شبکه نداره، همش یه بار رفته اونجا. فهمیدم. خیلی خوب، الان عکس برگر رو واسه میفرستم. باشه، خیلی ممنون. فعلا. خانم وکیل چی میگه؟ حتما چند نفر از اونایی که گرفتن علیهتون شهادت دادن، فقط در این صورت ممکنه، میگه احتمال دیگه ای وجود نداره. ما پا رو دم کی گذاشتیم؟ کی اینو گفته؟ کدوم عوضی این کارو کرده؟ میدونم کیه. تانسل. تانسل کجای پیازه؟ تانسله. من نخواستم بهت بگم، اون شب توی بازداشتگاه اومد دیدنم، تهدیدم کرد، گفت اگه میخوای زندان نری من نجاتت میدم، اما باید از پسرت بگذری. نخواستم بهت بگم چیه، ولی پدرشو در بیاری. اگه چیه حداقل دلمو خنک میشه دیگه. داداش خیلی چرت گفتی ها، نمیبینی چه قدرتی داره؟ لب تر کرده علیه تو شهادت جمع شده، پارو دومش نذارینا. دختر یارو پاش رو دم ماست، نمیبینی؟ شماها نه، مشکلش با منه، داره به کسایی که برام عزیزان ضربه میزنه، نمیبینی؟ اگه جرأت داره بیاد جلو.
داداش انقدر چرت و پرت نگو. آقا چرت و پرت هست یا نیست اینا مسرم نمیشه. بابا با سردسته شبکه خلافکارا طرفیه. داداش وضعیت جدیه. خب جدی باشه. آقا جون برای اولین بار تو عمرمون یه آدم حسابی چیزی شدیم. تماشاچی عزیز امشب ظفر گونالتای سر بازجوی خود. تو این وضعم میخنده. خدایا دست اینا. برادر استاد تو سالن منتظرته. جدی میگی؟ مگه شوخی داریم با هم ها؟ استاد امروز از دنده راست پا شده، برو تو. ممنونم. ولی پررو نشی ها، هر صد سال یه روز روی خوش نشون میده، روزایی دیگه خشنه. آره فهمیدم. من مرادم، به همی چا هم میگه. منم کرم. از شونه، از شونه، سریع تر، نزدیک، نزدیک، نزدیک تر، خیلی خوب، خیلی خوب، بسه، بسه، برو. استاد خیلی ازتون ممنونم، میدونستم که منو قبول میکنی، قول میدم پشیمونتون نکنم استاد. من معمولا تو زندگیم پشیمون نمیشم. ببین پسر، من روی تو کار نمیکنم. پس چرا خواستین بیام تو سالون؟ ببینم مسخرم کردی؟ نه مسخره نکردم، گفتم بیای چون میخوام یه حرفایی بزنم که باید تو سرت فرو کنی و هیچ وقت فراموششون نکنی. بیا ببین جوان، تو یه استعدادی داری، یعنی تو بدون من و این سالونم میتونی به یه جایی برسی، یعنی میتونی ورزشکار خوب و بوکسور بشی. اما من دنبال اوناییم که من و این سالن نباشیم نتونن به هیچ جایی برسن. یعنی تو میتونی ورزشکار و بوکسر خوبی بشی، اما من دنبال اوناییم که من و این سالن نباشیم نتونن به جایی برسن. چه میدونم، کسی که تو کار خلاف افتادن یا اونایی که ممکنه درگیر خلاف شن. تو سر پایی بزن، من دنبال افتادم. ببین استاد، بی خود خودتو خسته نکن. تو نمیخوای من با قفقازی روی سقف باشه، این قهرمان بازی ها همش کشکی. بگو دیگه، روک بگو. روک بهت بگم؟ باشه. بگو ببینم چرا به تو میگن میچو؟ رو کشتی زندگی میکردم. با صدای بلند بگو. رو کشتی میخوابیدم، آدم میبردیم اون بر مرز، گاهی هم چیزهای دیگه. نادر بگو تو چند دفعه رفتی زندون؟ دو دفعه استاد. خب جرمت چی بود؟ دزدی ماشین. کادو؟ بله استاد. تعریف کن پسر. ضرب و شتم. پس گروگانگیری. عرضم به حضور شریف. کافیه، همینقدر بسه. مرده رو بسه. برو برو. توپال بیا اینجا پسرم، بیا براش تعریف کن. بسته برم. چی؟ بسته برم. واسه بلند چیزای غیرقانونی ببر و بیار. همشون رو کپوس کنده بهت گفتن، برات کافی بود؟ چرا وایستادی؟ زود باشین، تمرین کنین. بجام بجام، لفتش ندین، وقت نیست. اومدین مهمونی؟ اما من دنباله اوناییم که تو کار خلاف افتادن، یا اونایی که هر لحظه ممکنه درگیر خلاف بشن. یومرو یدین اما کندینه گلمیدین، ارتمه بکتن تک بی حساب بار. اجلاره قرد کندینه بودن، ساندین عشق دایب بی توکت بار.
داداش چی کار میکنی؟ هیچ. با فرات حرف زدم، گفت گنش که بیدار شد میرم سالن، تو هم یه زنگ بهش بزن. بی خودی خودتو خسته نکن، بخواد بره میره، یه دنده است. لازم باشه امشب خودمون میریم. داداش من میدونم تو برای اینکه ما ناراحت نشیم و فرات عذاب وجدان نگیره خودتو میزنی به اون راه. نخند داداش، طبیعیه که نگران باشی. چطور همچین تهمتی بهت زدن؟ آبجی ما بیدی نیستیم که با این باداب بلرزیم. تو جوش نزن عزیزم. من گول نمیخورم. حداقل با من راحت باش. مگه من نمیشناسمت؟ وقتی من حرفاتو نمیشنوم چشاتو که میخونم داداش. معلومه که خیلی ناراحتی. تو دیگه چه وروجکی شدی؟ معلومه که ناراحتی، من میفهمم، با هم حرف بزن. بله چشمو ناراحتم، ولی نه از کار دشمن، از کار خودی آتیش گرفتم. پشت اومده جلو کلانتری، مهلت نداده حرف بزنیم، یکی خوابون زیر گوشمون. بابا یه نگاه به سنمون بنداز، بذار حرف بزنیم بعد دیگه. به همه نصیحت میکنه، میگه اعصابتون رو کنترل کنین. حالا ببین خودش چی کار میکنه. واقعا اهمیت نده دیگه داداش، باباست دیگه. نسلی بحث رو عوض کنیم، اصلا دلم نمیخواد راجبش حرف بزنیم. چرا حرف نزنیم؟ چرا عوض کنیم؟ اصلا باید ازت معذرت خواهیم بکنه، بالاخره میفهمه که اشتباه کرده. نمیخواد بابا، از جمان گناتایم عذرخواهی نمیخوام. یه سیلیون به کجای ما برمیخوره؟ با ما یه عمری تو کوچه خیابون بین اون مش زدیم و مش خوردیم نسلی. بعد یه عمری جوری نگامون کرد که فکر کردیم واقعا آدمیم، داره ما رو میبینه. نگو نگاش رو عصبانیته، نه روی نگابه یه آدم. از این ناراحتم، وگرنه غریبا هیچ دلخوری نره. میدونم داداش، میدونم. داداش میگم این جریان دادگاهو به بابا بگیم، آخه شاید بهمون بگی چی کار کنیم. دیوونه شدی چشمو، هنوز داره جای سیلیش درد میکنه. تو تا دخلمو نیاری راحت نمیشی نه؟ اما این سری جریان حساسه، اینو که میفهمه دیگه. آه تا بهش بفهمونیم کار از کار میگذره. در زمین تهمته، امروز فردا معلوم میشه دیگه، تو دادگاه روشن میشه همه چی. داداش نسلی حرفشم نزن، نه بابا نه سلوی هیچی نمیفهمن، فهمیدی؟ معطل نکن، بیا بریم به قفقاز مژده بدیم. دو کوچه بالاتر از اینجاست، زیاد مالی نیست اما خوشگله، نه نسلی؟ آره یه خورده کار داره اما همه با هم درستش میکنیم، دینج و خوشگله. صابخونش هم همدیه، یکم یوبس میزنه ولی من ردیفش میکنم، پیش زبون ما کم میره. راستش میخوام یه خونه دیگه بگیرم. خونه رو ببین بعد بگو، این نشد یکی دیگه، محله به این بزرگی اینجاست. یعنی راستش منظورم اینه که یه منطقه دیگه، شاید مرکز شهر. آخ بابا باز این دنده قفقازیت گیر کرده ها. فرات حق با داداشه، تو محل یه خونه برات میگیریم، وقتی هم که تو کار داشته باشی ما به گنش میرسیم. بفرما، گنشو به کی میسپاری؟ به مجلای بیشرف؟ من واقعا ازتون ممنونم بچه ها، خیلی شرمندتونم، اما بد نیست یکم فاصله بگیریم. گریبونمونو خودمون عذاب بکشیم. از وقتی اومدیم براتون درد سر درست کردیم. از استاد یمانم خیلی شرمندم، بهتره یکم از شماها دور باشیم. من فهمیدم تو چته، به خاطر قضیه تانسل اینجوری میکنی نه؟ که نیاد سراغ ما، چون یه آدم عوضی سرکلش پیدا شده و وز وز میکنه از هم جدا میشیم نه؟ مگه تو داعش من نیستی؟ نسلی تا حالا تو عمرت شده ما رو جدا از هم دیگه ببینی؟ تو چطور میتونی مزاحم ما باشی؟ آره فرات خودتو لوس نکن دیگه، بعد این همه سال همدیگر رو پیدا کردیم، باز جدا نشیم. خواهر خوشگلم جدا نمیشیم، بازم با هم میمونیم، فقط یکم دور هستیم. من بازم گنشو میارم اینجا، مرتب همدیگر رو میبینیم، شما میایین،
دیگه اونجا هم یه خونه داری. بابا، بابا جان دلم. بابا میریم یه جای دیگه؟ اما من میخوام اینجا بمونم، دلم نمیخواد برم یه جای دیگه. جدا نشین. صحبت همون یادت رفته؟ گفتی باشه. اما میگی دور میشی. آره میگم دور میشیم، اما اونقدر هم دور نمیشیم. یه جایی که راحت بتونیم بریم بیایم. چه جوری بهت بگم؟ مثلا دور مثل آرتفین، اما بشکتاش یه ذره دوره. چه جوری واسط بگم؟ ظفر تو یه چیزی بگو، حرف بزن دیگه. ظفر توضیح بده. اطاعت هیچ ربطی به من نداره، بابات بگه. خودم توضیح میدم. مثالی که من میتونم واسط بزنم آرتفین و بشکتاشه. به نظرم خاله نسلی هم مثال بهتری میتونه بزنه. بله سونا، منم تانسل. بله تانسل، دو روز صد باره دارم زنگ میزنم ور نمیداری، جواب پیامامم که نمیدی. تانسل واقعا نمیخوام حرف بزنم، خواهش میکنم تا فردا مهلت بده، یکم آروم شم، فردا بهت زنگ میزنم. باشه، اما یادت نره چقدر دوستت دارم و هر کاری هم کردم برای خوشحال کردن تو بود. باشه، شبت بخیر. شب بخیر. شازده چی میشه؟ ها؟ اون طفل بی زبونو با خودش آواره میکنه با اون حالش. ما اینجا چه کاریم؟ ها؟ ما چاقانداریم؟ ها؟ ما هم مراقبش باشیم، ما هم بهش برسیم. باشه باشه، خیلی خوب. نمیخواد بره تو سالن بخوابه؟ پس بگردین براش یه خونه ای چیزی اجاره کنین تو خونش باشه. حالا که انقدر جوش آوردی ها، یکی دیگه هم بخواب اون سبک میشه. تو حرف نزن، کشش نده. لپمونو آوردی؟ موضوع تا نیستی، مشکلم با فراته. ما که توی خونه مهم بودیم که این دومیش باشه. چی میگی با خودت؟ میگم من که که شده که من سفر چی داری میگی؟ مثل آدم حرف بزن، درست بگو بفهمم. فرات میگفت خیلی مزاحم استاد یمان شدیم، بیشتر از این سربارش نشیم. سربارش نشم؟ سفر، من از زیر باری که اون 7 سال پیش روی دوش من انداخت دیگه بلند شدم. مگه یه بچه کوچیک چقدر بار داره؟ آره، میخوای برو باش حرف بزن، حرفتو گوش میکنه. آره حرفمو گوش میکنه، غلط بکنم حرف بزنم پسر یه دنده، هر جا میره بره به درک. وای وای وای، این لپا چقدر خوشمزه است آخه. بابا کشتی آرتفین بودی. عزیزم چی شد یاد آرتفین افتادی؟ ای بابا، نگفتی به اینجا عادت کردی خوشت اومده؟ خوش بازم تو آرتفین زندگی میکردیم، تو، من، عمو زفرینا، زنم و مجلا، تولونای، توبراک، بابا با بزرگی آمان، مامانم هم زنده میشد. اون موقع خیلی بهمون خوش میگذشت، مگه نه بابا؟ خیلی. تعریف میکنی؟ اما این قصه ها باشه. ما تو خوشگل ترین جای دنیا، خوشبخت ترین آدمای دنیا بودیم عشقا. کلی آرزو داشتیم، کلی امید داشتیم. یه جوری زندگی میکردیم انگار هیچ آدم بدی تو دنیا نیست. انگار وقتی با هم باشیم هیچ بلایی سرمون نمیاد. سفره هامون پربرکت، هممون شنگول و خوشحال بودیم. درسته که زیاد پول نداشتیم، نمیتونستیم همه چی بخریم، اما هر چی داشتیم و با هم تقسیم میکردیم. نونمونو، لباسمونو، امیدامونو. انگار همه توی قصه بودیم که توش نه کسی قصه میخورد نه گریه میکرد. انقدر قشنگ که تو دنیای واقعی پیدا نمیشه. Thank you.
باشه، یه آهنگ تموم شه میریم. کرم. به به، علیکه سلام رفیق. کم پیدا شدی یا پسر؟ هرچی زنگ میزنم جواب نمیدی. کار داشته. کار داشته. انگار شرکت میگردونه. اگه نمیخوای با ما بگردی رو راست به همون بگو. نمیخواد تاخچه بالا بذاری. من به اندازه شما علاف نیستم. نمیتونم با شما بیسچری ویل بگردم. دست شما درد نکنه. فهمیدیم اعصاب نداری، حالت گرفته است. اما چرا به ما میپری؟ ما یه قرن دوستی. خیلی ازمون دور شدی. مشکلی چیزی داری بگو. درد دل کن. من با شما مشکلی ندارم بابا. من یه آدم روانی هفت خط نیستم. اعصاب من از این خورده. نه اتفاقا تو هم خیلی روانی هستی. از روانی هم روانی تری. شما لطف داری داداش، ولی شما نه، اونا باید اینجوری فکر کنن. پاک قاطی کردی، حواست هست؟ نیتونه. هرچی، از من حرف نزنی. شما چه خبر ها؟ ما هم داشتیم میرفتیم. شما که میخواستیم برین چرا شستا پیام دادین بیا بیا بیا؟ ای بابا، اون لطا لوتا عصبمونو خورد کردن. چشمشون همش رو دختر هست. داشون متلای بد آفتی ها، هلو به پرتو گلو قشن. اونا رو میگیم؟ نگاهشون کن، انگار که از زندون فرار کردن. چه بهتر، ما هم دنبال همینا بودیم دیگه. استاد یمان، حالا میبینی اهل دنیای شما هستیم یا نه. مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد، لطفاً بعداً تماس بگیرید. چی شد؟ نتونستی کرمو پیدا کنی؟ خاموش می باشد. باشه امیر، کلید داری دیگه نه؟ باشه، خداحافظ. کی بود؟ کرم بود؟ چی میگه؟ کجا رفته؟ آروم باش، هول نشو. با مته رفته پیش کایلا، گفت زود برمیگرده. خدا رو شکر، اگه خبری نمیشد تا صبح خوابم نمی برد. نگران نباش، برو بخواب، من یه کوچولو کار دارم. باشه دخترم، شبت بخیر. شب بخیر مامان جان. چه خبرته بابا؟ ببر صدا نکره تو سرمون رفت. آره والا، اگه خوشت نمیاد برو خونتون، گم شو. این چی میگه؟ چی گفته؟ برا کی شاخشو نمیکشی ها؟ کرم چی نالیدی؟ خوش اومدی داداش. حرف دهنتو بفهم. بیا اگه جرأت داری بیا، هم بیا. شما ها دیوونه شدین؟ تا گفتم بالا چشمتون ابروه میرین دعوا میکنین ها؟ اول اونا شروع کردن سرکا. ما گفتیم فقط صدا آهنگو کم کن. دیدی کم نیورد، سری بهش حمله کردی ها؟ نه ببینین جناب، همونطور که اونجا گفتم مشت اولو من زدم. اونا فقط از خودشون دفاع کردن. دوستام هم که اصلا تقصیری ندارن، فقط سعی کردن دعوا رو تموم کنن. درسته دیگه مگه نه؟ بله سرکار، اونا هیچ کاره بودن، فقط ما رو جدا کردن. حالا که اینطوره بیاین زیر حرفاتون رو امضا کنید، همه تون میتونیم بریم. مراقب خودت باش کوچولو. شما هم همینطور آب نباد چوبی. عزت زیاد. تو هم آزادی. اما یه بار دیگه با همچی مسئله اینجا پیدات بشه میفرستمت بازداشتگاه. شنیدی؟ شنافتم کمیسر. به سلامت، چش خوشگله. شما هم میتونی بری. جناب سروان، کرم آزاد میشه؟ نه خیر، کرم امشب مهمون ماست. باید بفهمه وقتی دعوا را میندازه چشم و چال مردم رو کور میکنه، نمیتونه با خیال راحت برای خودش تو شهر بگرده. آقایون، دخترها رو برسونین خونه هاشون، هلاک شدن. خانوادم هم اگه زنگ زدن گوشی رو بر ندارین، بسپرین به خود. نه خیر، خانوادت باید بدونن. تو بیا اسم و شماره تلفن یکی از فامیلاتو بده ببینم. باشه. یمان گونالتای. خاله حسیبه، چه گلای قشنگیه. هی میگفتی کسی نمیاد دیدنم، ببین چقدر دوستت دارن. منو نه، تو رو دوست دارن دختر نازم. ببخشید تانسه. خوشحالم که از گلا خوشت اومد، اما متاسفم اینا همه شو مال خاله حسیبه است.
واسه تو فقط یه دسته دارم. خیلی ممنون. خدا خیرش بده پسرم. تانسل دیشب اومد پیش من تا صبح بالا سرم موند. صحبت کردیم، درد دل کردیم، کاری کرد که پسرای خودم برام نمی کردن. بعد مدتها یکم روحیم عوض شد. خدا خیرش بده. چی کار کنم؟ دست خودم نیست. هرچی برای تو با ارزشه برای منم مهم و با ارزش میشه. خانوادت، کرم، خاله حسیبه‌ای که مرتب ازش حرف میزدی، سر جریان قفقازم برای همین اون کارو کردم. چون دوستت داشتم، نخواستم اذیت شی. نه تو، نه اون بچه‌ای که برات مهم بود. میدونم که باید بهت خبر میدادم، اما دیگه تکرار نمیشه. قول میدم. دیگه چطور باید عذرخواهی کنم؟ قبول اشتباه کردم، دیگه تکرار نمیشه. اما خواهش میکنم تو هم بیشتر از این جریانو کش نده. تو حرف منو نفهمیدی تانسل، فقط ترسیدی منو از دست بدی. ببین، نمیتونم کارایی که تا حالا برای منو خونوادم کردی و انکار کنم. تا آخر عمرم هم مدیونتم. اما این جریان فرق داره. فرقی نداره سونا، من تا الان هر کاری کردم به یه دلیل بوده، اونم عشقم به توه. همین عشق دلیل نمیشه دادگاهو از واقعیت گمراه کنی. اگه اون مرد پیشنهاد تو قبول میکرد، تاوانشو نه تو میتونستی پس بدی نه من. باشه، چطور میتونم این وضعیتو درستش کنم؟ تو بگو، خودت بگو سونا. تانسل، من میخوام یه مدت از هم فاصله بگیریم. فقط خطای تو نیست، منم خطا کارم. هر بار تو درد سر افتادم اومدم سراغ تو، تو رو هم قاطی کردم. از این به بعد میخوام مشکلای خانوادگیمو خودم تنها حل کنم. لطفاً یکم بهم مهلت بده. باشه، الانم دیگه باید برم، مریض دارم. خداحافظ. استادی من، میدونستم که میان. فکر نمی کردم که اینقدر احمق باشی. بشین. آزمی بفرمایین. کاراش تموم شد خانم؟ نه خیر، بفرمایین بشینیم. از دست تو پسر، والا بی خودی لج میکنی. من استعداد تو رو داشتم، عمرن میرفتم کارگری مردم رو بکنم. چاره چی آخ گازو، مجبوریم نون در بیاری. شاین جون، اگه حرفه‌ای باشی دست دست پول خرج میکنی. بی خودی افتادی تو خط قهرمانی، اما خب حیف که عقل نداری. آقا مگه دست خودمه؟ منم میخوام پول خوب در بیارم خرج خانوادم رو بدم، اما تصمیم رو استاد میگیره. اون میگه هنوز راه زیاده. بابا اگه با استاد یمان باشه، باس مواد رنگ دندونات شه، خانوادت هم گشنه بمونن. نه، اونا نون میخوان، ایزوم میخوان، برن در و دیوار رو بخورن. استاد یمان میره خونه رو گرم میکنه. آره خب، حرف حسابه. ببین تو لب تر کن، من یه حرفه ای ازت درارم. 3 ماه دیگه اولین مسابقه تو بری، 1 سال نشدم کمربند رو میگیری. پسر تو سن و سال و قد و قواره تو یه دونه بکساره به درد بخور نریم. نمیدونم داداش، با استاد یمان حرف بزنیم اینا رو بگی؟ تو بله رو بگو، خودم با استاد یمان حرف میزنم. استادو بسپار به من. خیلی ممنونم استاد، به لطف شماست که آزاده. بازداشتگاهم به لطف من رفتی، درسته؟ تو دیگه کی هستی؟ عقلت کجاست پسر جون؟ اسلحه داشتن چیه دیگه؟ آخه آدم با خودش این کارو میکنه؟ بله استاد، وقتی چاره ای نداشته باشه میکنه. من تنها آرزوم پس گرفتن کمربند بابامه، و تنها کسی که میتونه کمکم کنه شمایی. خوب فکرتو کردی؟ اون منم یا اینکه کینه یا توه. تو کمربند باباتو نمیخوای، تو میخوای از قفقاز انتقام باباتو بگیری.
بله درسته، بوکسم با کینه و نفرت شروع شد، اما تنها کسی که میتونه کمکم کنه ادامه بدم شمایی. من فقط میخوام مثل بابام یه قهرمان بشم، بدون شما هم نمیتونه. خب با قفقاز زیر یه صف باشی میتونی جلوی خشمتو بگیری؟ گفته بودی اون فقط یه نظافتچی. البته که با یه نظافتچی رو رینگ نمیره، من فقط با یه بوکسر واقعی مبارزه میکنه.